اولین دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای روس خود ولادیمیر پوتین همچنان در ابهام است. انتظار می رود این دیدار در ماه آینده در کشور سالسی برگزار شود. اما جزئیات این ملاقات از جمله زمان و مکان دقیق آن هنوز مشخص نیست. نشانه ای از تأثیر بالا گرفتن اختلافات طرفین در ماه‌های اخیر بر روابط دو کشور. ورود جو بایدن به کاخ سفید با افزایش تحریم‌ها علیه روسیه شروع شد. دولت جو بایدن با قرار دادن 32 نهاد و فرد روس در لیست تحریم‌ها و همزمان اخراج 10 نفر از دیپلمات‌های روس از این سفارتخانه خشم کرملین را برانگیخت. دلیل این تصمیم دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا و حملات سایبری روسیه اعلام شد. کرملین نیز در مقابل سفیر خود را از واشنگتن فراخواند و سفیر آمریکا خواست روسیه را ترک کند و 10 دیپلمات آمریکایی را نیز اخراج کرد. سیاست آقای بایدن با روسیه خیلی فرق داره با سیاست آقای ترامپ. یه بیزنسمن بود و فکر می‌کرد با روابط شخصی با آقای پوتین میتونه مسائل حل بکنه. یه رقابت سنتی که بین آمریکا و روسیه بوده برجسته‌تر میشه با آقای بایدن. ولی 3-4 مسئله مهم بینشون هست که تنش آفرینه. یکی در اروپا مسئله اوکراین، فعالیت‌های روسیه در اوکراین، امنیت اروپا، ناتو، دغدغه اصلی روسیه برداشتن تحریم‌هاست، اقتصاد روسیه تحت فشاره، تولیدش خیلی پایینه و نمیخواد فقط محتاج انرژی باشه. در ابتدای ریاست جمهوری بایدن روابط دو کشور بر سر بازداشت الکسی ناوالنی مخالف سرشناس دولت پوتین متشنج شده بود. اوایل این ماه نیز آمریکا حدود 800 چتر‌باز را برای رزمایش نظامی به استونی در نزدیکی مرزهای روسیه فرستاد. واکنشی به استقرار گسترده نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و اعمال فشار سیاسی و نظامی بر همسایگانی مانند استونی که عضو ناتو است. تمام این تنش‌ها بر نخستین دیدار بایدن که 4 ماه است به کاخ سفید رفته با پوتین که 2 دهه تمام رهبر قدرتمند روسیه بوده سایه افکنده است. ساناز آریا، ایران اینترنشنال.